اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولئک اصحاب المیمنه والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه. اولئک یعنی ای کسانی که وظایف اجتماعی خود انجام دادن، به فقرا و بیچاره رسیدن، به خدا هم ایمان داشتن و در بین مردم هم از نظر اخلاقی هم دیگری را به صبر، به مرحمت، به مهربانی سفارش کردن، اینها صاحبان میمنه هن. اینا با برکت و با میمنتن، یا روز قیامت از طرف راست به سوی بهشت میرن، رحمت خدا شامل اینا میشه. اینایین که در آخرت با میمنت و با برکت یا از طرف راست داخل بهشت میرن. این یک دسته. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه. اونا اصحاب یمن و میمنت بودن، اونهایی که به آیات ما کافر شدن، منکر شدن، اینا صاحبان شومن، اینا نامیمونن. شهامت یعنی شوم سر تا پا اینا را گرفته. اینا هم در دنیا برای مردم ضرر داره و هم در آخرت هم اینا به دوزخ میره. دین مطابق فطرت انسانه، ولی یک عده انسان ها بلجبازی گرفتار میشه، غرور و تکبر برای اونا پیدا میشه و دین قبول نمیکنن. هیچ دلیل منطقی برای این کافرها وجود نداره که به خدا منکر شون. تمام علوم امروزی اما به سوی خدا میره. امی کسی که ماشین حساب درست کرد، یعنی الان که ماشین های کوچک حساب ما و شما دیدیم یا داریم که حساب میکنیم، اما معادلات را زود زود جواب میده. این چند سال این خودش میگه به من دستور دادن دولت که یا کمپانی های تجارتی که یک ماشین درست کو درباره حساب، که یعنی تمام حساب ها و فرضیاتی که ما داریم اینا را این ماشین جواب بده. با قلم خیلی مشکله، بعض اوقات این ماشین حساب هزار یکم بیان میکنن، هزار یکم بیان میکنن. گفت من چند سال زحمت کشیدم، اولا یک کار مشکلی بود، چند سال من زحمت کشیدم، که از خودش نقل میشه که من چند سال برای این ماشین حساب من زحمت کشیدم، از صدعا پرزی دیگر که دیگرا درست کرده بودن. تمام این ماشین حساب از فکر من نبوده، ما از صدعا پرزی دیگر هم استفاده کردم که این پرزه ها را دیگر دانشمندان اختراع کرده بودن، از اونا هم استفاده کردم. بسیار زحمت کشیدم در این چند سال، خیلی زحمت کشیدم و از زحمت های سایر متخصصین هم من استفاده بردم تا که میری درست کردم. میگه من فکر کردم که آیا ممکن بود که امی ماشین یک شبه به عنوان تصادف خود به خود پیدا شود. گفت هرچی فکر کردم دیدم که عقل من قبول نمیکنه، هیچ به هیچ وجه عقل ای قبول نمیکنه که خود به خود این ماشین پیدا شود. یک چکش آینی را بله ذرات کوچک آین محکم بزن که یک مرتبه این آین بیش کردن آینه کوچک ذراتش مخلوط شود، تصادفاً این ماشین حساب درست شود که محتاج به این چند سال زحمت من نمی بود. نگه اچ فکر کرده عقل من قبول نکرد
که این ماشین حساب خود به خود پیدا شوه. وقتی که در یک ماشین کوچک حساب خود به خود تصادف ممکن نباشه، یک شبه پیدا نشوه و باید مثل ما یک متخصص چندین سال شب و روز فکر کنه، زحمت بکشه و زحمت های سایر دانشمندان هم استفاده کنه تا بعد از زحمت های طاقت فرسا این ماشین درست شوه. وقتی که این نظم بخواه، ناظم بخواه، مدبر بخواه این ماشین حساب، که این مدبر 10 سال مثلا تدبر کنه، شب و روز زحمت بکشه تا این ماشین به وجود بیایه، آیا میشه که این میلیارد ها کاکشان تصادف باشه؟ میشه که انسان تصادف باشه؟ میشه که حیوانات تصادف باشه؟ میشه که حیات تصادف باشه؟ 1 در میلیون هم احتمالش منفیه تصادف. ماده خودش نه علم داره، نه شعور داره، نه آگاهی داره، کور و کاره. این حیات از کجا آمد؟ علم از کجا آمد؟ این نظام بدیع که ما محیر العقول که در کائنات میبینیم از کجا آمد؟ باید قبول کنیم که یک مدبر داشته، یک خالق داشته، عالم، قادر، حکیم. باید ایمان بیاریم. این قرآنی که الان امروز میخوانیم، ما و شما میبینیم با این مطالبی که قرآن داره، که در قرن 21 در قرن 51 هم بشر به این قرآن و به دستورات قرآن برای زندگانی خود نیاز داره، فکر نمی کنی که این از ذهن پیغمبر امکانش نبوده که از ذهن پیغمبر بیرو شوه؟ اینن مثل اون ماشین حساب، یک فرد درس نخوانده در محیط کفر و خرافات در مکه 40 سال عمر خود همونجا گذرانده. خب می فهمیم که این کتاب از خدا بر او نازل شده، این حرف حرفای او نیه، حرفای خدایه. رای دین خیلی ساده است، آدم می توانه به دین برسه. تنها چیزی که انسان گیر معنی میشه غرور و تکبرشه، شهوترانیشه. در ایک آیه قرآن داره که برای چی مردم به قیامت منکر میشه؟ لیفجر امامه، اگر به قیامت معتقد شد باید از هوسای حیوانی دوری کنه، باید از ظلم و ستم دوری کنه. این یک برای این خاطر از به قیامت منکر میشه، انگیزیش ایه که لیفجر امامه، زندگانی که پیش رویشه او را به فجور برسانه، به حواس بازی ها و به شهوترانی ها برسه، برای این که اگر او تو وقت به شهوترانی میرسه که بگوی قیامت نیه، دروغ منکر میشه، به دروغ منکر قیامت میشه که نظر روانشناسی خود فریب بده. گاهی انسان مردم فریب میده، گاهی هم خود فریب میده، اگر اونم بده که آدم مردم فریب بده، ولی باز یک زرنگیه شیطنته که آدم مردم فریب بده. یک دفعه دیگه ای احماقت که آدم خود فریب بده، برای اینکه من به هوسای حرام خود برسم و از انسانیت دور شم، در جنگل حیوانات زندگانی کنم، خود فریب میدم و میگم قیامت نیه. خب منکر شو، تو در این دنیا انتخاب به دست توه، قیامت چکار میکنی؟ یک کمی باید فکر کنی. والذین کفروا بآیاتنا اولئک هم اصحاب المشأمة، اینها صاحبان شوم. پایانش ایشوم به کجا میرسه؟ ایشوم ها پایانشان، میگه پایانشان علیهم نار مؤصده، اینا در بین او آتشایی که سرش بسته میشه، ایرا میبرن بین او آتش جهنم سری او را میبندن. نعوذ بالله. اونجا دیگه روشن فکری و نمیدارم ماتریالیزم و همین الفاظی که اینجا صحبت میکنن، مارکسیزم و فلسفه دیالکتیک به درد نمیخوره. به حقیقت خود مشهور میشی، به امو کفر خود و به امو قساوت قلب خود، با امو حواسبازی ها و خودبینی ها و خودپسندی های خود تو را بین یکی از تابوت های جهنم مندازد، سر شرم بسته میکنه.
یک کمی بیدار شم. هنوزم به اصطلاح اشترینگ به دست ما و شماه. پیش از که خود به این یک گودال بندازم، از سرک عمدن، از جاده اسفالت و دنبر کرده و قیر شده، از این جاده عمدن خود ببرم به سراشیبی و میبینم که او طرف هم گوداله. پیش از که بین گودال برم، این ماشین دا قلب بخوره و مثل یک آهن پاره شوه و خود تو مثل گوشت قیمه شوی. پیش از او بیتای که قدری این طرف کو شترینگ به دست توی به وسط سرک بیا، نرو به او طرف، خود به کشتن نده. چی کشتنی در روز قیامت؟ تا ما زنده ایم توبه قبول میشه، معذرت قبول میشه، آدم با خدا رابطه خود خوب میکنه، با خدا تسلیم میشه. هر موقعی که کار کنیم خدا قبول میکنه. اما اگر رفتیم اونجا دیگه کس قبول نمیکنه، معذرت کنی میگه لعنت بر تو، قبول نمیکنه، نه معذرت ما قبول میکنه، نه توبه ما را قبول میکنه و نه پشیمانی و اعتراف ما را. اونجا دیگه روز روز حساب و مکافات و مجازات، روز عمل اینجایه در امی دنیای. دیگه انتخاب به دست خود ما و شماه که به کدوم را میریم. تمام کارهایی که امی جمع میکنیم از امینجا در دنیا، آخرت از دنیا جدا نیه. این امینجی انسانا به دور را میره. یک ادام اینجا برای دوزخ انتخاب کرده، جان من خود کرده ای، خود کرده را تدبیر نیست. یک ادام زمینجی برای بهشت میره. این امی دو خط از دنیا است میره. این امینجایی که انتخاب برای ما و شماه که باید به ایرای درست بیاییم، با اصحاب میمنه بیاییم، نه با اصحاب مشعمه. اصحاب میمنه در دنیا اونمو رایشانیه که میرن از برزخ میگذرن و بهشت میرسن. اصحاب مشعمه از امی دنیایی که بز رای بد میرن به بدبختی و شوم گرفتارن، به فساد گرفتارن، مثل یک حیوان زندگانی میکنن، پایان کارشان به جهنم. بهشت طویله نیه که حیوانات برو، باید انسان برو. زیادی ممکنه که در روز قیامت با امو شکل حقیقی خود شبیه حیوان مشهور شو. اونا در بهشت برای اونا کدوم بودجه نیامده که اونا در بهشت کس طویله درست کن. خب میبرشد به دوزخ. یک کمی بیدار شد. این آیات قرآن، کلمات خدای، باید یک قدری به حال بیاییم. ای سوره مبارکه تمام شد. بعد از این سوره، سوره فجر، سوره شمس. بسم الله الرحمن الرحیم و شمس و ضحاها. قسم به خورشید و گسترش نور خورشید. ضحا تقریبا ساعتای نوی روز، اشتونیمی روز که نور آفتاب به همه جا گسترش پیدا میکنه. همین گسترش نور خورشید ضحا میگه. میفرمایه قسم به خورشید و قسم به گسترش نوری زو. من میخوام اینجا یک جمله رو به شما بگم. فرهنگ قرآن، فرهنگ جاهلیت چی بود؟ فرهنگ جاهلیت ای بود که در وصف حیوانات خود شعر میگفتن. اما فصوعا و بلغای اونایی که فصیح و بلیغ بودن و سخنور بودن، سخنوران مشرکین قریش درباره اسب خود شعر میگفتن، درباره خر خود، گوسفند خود، خانه خود، درباره زنا، مثل قرن 21 ما و شما که بدتر از او عصر جاهلیت. اونا فقط شعر میگفتن در وصف زنا. حالا ان زنا را میارن به فحش خانه ها، بعد عکس های شنه را میگیره در فیلم های تلویزیون نشان میدن. این جاهلیت مدرن در قرن ما و شما، جاهلیت مدرن. درباره نژاد خود صحبت میکردن، ناسیونالیزم، درباره او صحبت میکردن. قوم ما فلانیه، قوم گراییشان، ما هم چه قومی بودیم، پدر ما یک قسم بوده، پدر عمق بی سوادش که یک شایی قیمت نداشت. این در وصف شعر میگفت که هم چی بود و هم چی بود.
این فرهنگ رایج بود. یک دفعه قرآن میایه، ما که میگم قرآن از پیغمبر نیه، خامینه صحبت از این شعر، از وصف زنا و بیان کردن جمال و موی زن، از اینا صحبت بعدا میباره، از قوم و قبیله بعدا میباره، از ناسیونالیزم کوری که امروز دنیا را به آتش کشیده، استثمار و استعمار از لازمه ناسیونالیزم، از اینا بالا میباره. نه برای عرب امتیاز قائل میشه، نه برای غیر عرب. انسان را امر یک حساب میکنه. شرافت شما نه به قوم شما، نه به نسب شما، نه به نژاد شما، نه به یک زن، نه به یک مرد. با علم و با تقوای. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ ان اکرمکم عند الله یتقاکم. علم و تقوا. هر جایی که باشی و هر کسی که باشی هیچ فرقی نیه. سیاهی، سرخی، زردی، سفیدی، هر چی که هستی. خب ببین از زمین که به کدوم سه زمینی، هیچ برای منطق قرآن و فرهنگ قرآنی مطرح نیه. یک دفعه کلام کجا میباره؟ در همی محیط فاسد پسته که از قبیله خود صحبت میکنه، از شطرای قبیله خود صحبت میکنه، و کجا میبره کلامه؟ از زمین ارتفاع میگیره، از ما ارتفاع میگیره، میایه نام مرکز منظومه شمسی ما و شما خورشید، به اونج میایه. هیچی فکر عالیه، این ممکن نیه. ما قرآن زیاد میخوانیم، یک کمی فکرم باید بکنیم در خصوصیات آیات. ممکن نیه که این از فکر پیغمبر باشه. پیغمبر یک انسانه، انسان عربی، اونم در محیط مکه. یک دفعه آیه قرآن میآیه، معلومه که این کلام خدایه. فکر بشر از امه این خرافات دور میکنه، از شطرش، از اسبش، از خرش دور میکنه، از قومش، از نژادش دور میکنه، از مسائل سکسی دور میکنه. و شمس و ضحاها، قسم به خورشید. ها کدوم خورشید؟ حال ما شما میفهمیم که او مرکز منظومه شمسی ماه، از مرکز شمس منظومه ماه، مرکز منظومه ماه. و شمس و ضحاها، قسم به خورشید. فکر خود بالا ببر، جهان بینی پیدا کو، به مرکز منظومه شمسی خود فکر کو، ببین که از کجا، ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا. سبحان الله والحمد لله رب العالمين.